بخش جدید ما در مورد انفلمیشن یا التحاب می باشه که بخش جدید ما هست و یک بخش بسیار جالب و دلچسب ابتدا در مورد انفلمیشن صحبت می کنیم به شکل خلاصه تعریف می کنیم می انفلمیشن یا التحاب میکانیزم دفاعی بدن هست در مقابل هر چیزی که باعث تخریب یا انجوری شود یا هم گفته میتونیم حالتی که انفلامتوری ها یا حجرات التهابی عضوی خارج میشن و به دو بخش تقسیم شدم التهاب هات یا اکوت التهاب مزمن یا کرونیک ابتدا در مورد اکوت انفلمیشن صحبت میکنیم یا التهاب هات التهاب هات حالتی است که زود واقع میشه و از لحاظ پاتولوژیک دو مشخصه داره یکی در دا نوتروفیل دیده میشه دوم در ساحه ایدیما دیده میشه و امکان داره زود ختم شوه و یا هم زود ختم نشه و دو تغییر بزرگ در التحاب ها واقع میشه که شامل واسکولار ایونت و سیلر ایونت میباشن تغییراتی که در حویه ایجاد میشه و تغییراتی که در حجرات ایجاد میشه کوردینال ساینای میشن یا اعراض اساسی که در التاب ما می شامل گرمی سرخی پوندیدگی درد و لاس اف فنکشن مثلا شما یک قسمت از بدن را در نظر بگیرید در صورتی که زخم باشه او ساحه هم گرم میشه سرخ میزنه پوندیدگی پیدا میکنه درد می داشته باشه و همچنان از او قسمت زیاد استفاده نمیکنیم که لاس اف می میباشه خب در مورد واسکولار ایونت صحبت میکنیم دلتا بهات ابتدا در اویه به شکل ترانزینت واز کنستراکشن ایجاد میشه یعنی به شکل گذری اویه دفتن تقلص میکنه یا جمع میشه و دلیلش شمی است که وقت اویه دفتا جمع شوه یا هم تقلص انجام بتن در قبش خون جمع میشه مثلا شما یک پایپ آب در نظر بگیرین وقتی که یک قسمت شفشار بدیم در عقبش آب جمع میشه به می شکل آویه هم وقتی که دفتن کانسترکشن انجام میده یا متقلص میشه در عقبش خون جمع میشه و دلیلش شمی است که باید د زیاد خون بیاه دفتن به شکل گذاری و کانسترکشن انجام داد بعد از او وز دلیشن انجام میده دفتن متوسی میشه چون در اویه که شده بود خون زیاد جمع شده وقتی که واز دایلیشن انجام میده یا او یه متوسی میشه دفتن در ساحه زیاد خون میه و ضرور هم است که در ساحه خون زیاد بخطر که حجرات التحابی در ساحه که التحاب موجود است برن بعد از او قابلیت نفوزی او زیاد میشه چون حجرات خون زیاد آمدن حالا دروازه برشان واز میشه و از اویه مبرایا. دیگه وقتی که اویه توسو کرد یا کلان شد خون بعد از او آهسته حرکت میکنه که ستازس می باشه. پس واسکلر ایونت ما شامل وازو کنسترکشن، وازو دایلیشن، انکریز واسکلر پرمیبیلیتی و ستازس می باشه. سیلر ایونت ما یا تغییرات که در اویه ایجاد میشه یا حجرات ایجاد میشه میبخشین شامل مارجینیشن رولینگ ادهیژن ترانس میگریشن، اند کیموتاکسیس فاگوسایتوزیس و ریسولوشن که هر کدام از این ان میخوانیم ابتدا در مورد مارجینیشن صحبت میکنیم مارجینیشن حالت است که حجراتی که در مرکز اویه حرکت میکنن و میان در محیط در حالت نارمل حجرات خون در مرکز حرکت میکنن و پلازما در محیط حرکت میکنن اما وقتی حجره بخواه از اویه برای باید از مرکز بیاید در محیط کی مرحله را مارجنیشان میگه. که در اینجا حجره در نظر گرفتن پولی مورف و است یا نتروفیل ها هستند که چون التحابه ها ما تحت مطالعه قرار میتیم نوتروفیل در نظر میگیریم. اما هر حجره که بخوای ازاویه بیرون شوه امی مراحل را سپری میکنه. خب در مرحله اول حجره در مرکز بود آمد در محیط. مرحله دیگه ما رولنگ هست. در این مرحله حجره چسبیده با اندوتل حرکت میکنه. به خاطر ازی که حجره چسبیده با اندوتل حرکت بکنه سه مولکول ضرورت هست که شامل پی سلکتین، ای سلکتین و سیالایل لویس اکس هست. که سیالایل لویس اکس بالای اندوتل می بالای نتروفیل همیشه موجود می باشم و پی سلکتین و ای سلکتین بالای اندوتل موجود هست. سیالایل لویس اکس همیشه بالای نیتروفیل موجود می باشم و میدیاتور ضرورت نداره که اپریگیلیت کنه و در ساحه ظاهر اما ای سلکتین و پی سلکتین همیشه بالای این دو موجود نیست وقتی که یک هجره میخوای از اویه برایم در اینجا میدیاتور های فراز میشه بالای از یا میکنه پی سلکتین و ای سلکتین اپریگیلیت میشن در ساحه ظاهر میشن و امرای سیلای لویس اکس چسبیده و حرکت میکنه که در داخل اندوتل گرانول موجود است به نام ویبل پلادی بادیز که از این دو مالیکول دیگه ساخته میشه که شامل پی سلکتین است و دیگه وون ویل فاکتور هست که در بخش در سای انده انشالله میخوانیم در اینجا پی سلکتین ضرور است که بفاهمین پس یا وقتی که میدیاتور افراز میشه اپریگیلیت میشن دسته ظاهر میشه و چسبیده این حرکت میکنه کی مرحله را رولینگ میگن مرحله دیگه ما ادهیژن هست چون نوتروفیل رولینگ انجام میده یعنی چسبیده با اندوتل حرکت میکنه باید در ساحه که ضرورت است اندوتل میبخشی نوتروفیل از اویه بیرون شوه در اونجا باید استاد شوه پس در این مرحله محکم گرفته میشه نوتروفیل که توسط دو مالیکول محکم گرفته میشه یکی انتیگرینس هست دیگه آی یک و وی کم یک که آی یک یک و واسکیلر سیلر ادهیجن مالیکول یک که این دو مالیکول نوتروفیل محکم میگیرن که این مرحله رو ادهیجن میگن که انتیگرین بالای نوتروفیل قرار داره یک و وی یک بالای اندوتل. در اینجا یک کلینیکل را تحت مطالعه قرار میتیم یعنی در مرحله adhesion اگر یکی از امی مالیکولا موجود نباشه کدام نوع مریضی نزد شخص ایجاد میشه. وقتی که انتیگرین موجود نباشه leukocyte adhesion deficiency ایجاد میشه که انتیگرین را به نام CD18 یا CD18 هم میگن وقتی که دیفکت در انتگرین موجود باشه یا هم انتگرین خراب باشه مریضی را که ایجاد میکنه لوکوسایت از هیجن دفیشنسی پس حجره که میخواست از اویه برایم مثلا نوتروفیل مارجنیشن انجام داد رولنگ انجام داد اما ادهیجن انجام دادن نمیتونه چون انتگرین نیست و وقتی نوتروفیل از اویه بیرون نشه در ساحل التهابی نره التحاب به شکل درست پیش نمیده و انتانات در صاحب پیشرفت میکنن و حجری وجود نداره که یارم از بین ببره و این مریضی بنا حالتش اوتوزوم الرزیسیف هست که ما قبلا در مورد این صحبت کرده بودیم که یکی اوتوزومل دامننت است که بیشتر دیده میشه و دیگه اوتوزومل الرزیسیف هست که نادرن این مریضی ها دیده میشه و سیت تایپ دارم لوكسايد ادهيجن دفشنسي تايب 1 تايب 2 و تايب 3 به این شکل هم شما میبینین که لوكسايد یا مثال شما نتروفیل داریم به اندوتل میگم به خاطر از اینکه مسیدی هجده ندارم یا انتگرین ندارم نمیتونم تارا محکم بگیرم یعنی خودا محکم بگیرم در اندوتل مرحله دیگهش ترانس مایگریشن ان کیموتاکسیس می باشن. وقتی که حجره از اندوتل برای این مرحله رو به نام ترانس مایگریشن میگه و مرحله که نوتروفیل طرف انتون حرکت میکنه یا طرف باکتریا حرکت میکنه این به نام کیموتکسس یاد میکنن در مرحله ترانس یک مولکول ضرورت است که پیکا یک است. توسط همی مولکول در نوتروفیل از اندوتل بیرون میشه که مرحله رو گفتیم ترانس مایگریشن هست و دم میدیاتورهای میدیاتور های میشن و نوتروفیل طرف انتون یا باکتریا حرکت میکنن که چی میگن؟ کیموتکس یاد میکنن در اینجا چار میدیاتور مهم است که باید یاد داشته باشین که یا میدیاتور های کیمیو هستند یعنی مثل چشم نوتروفیل واره عمل میکنند که شامل بکتریال پرودکت هست لوکوترین هشت انترلوکین هشت لوکوتراین بی فور و سی 5 ای مرحله دیگه فاگوسایتوز سایتوزس می باشه. یا بلعه کردن در اینجا ام، نوتروفیل ما مارجنیشن انجام داد رولنگ انجام داد اتهیجن کرد ترانس مایگریشن و کیموتاکسیس طرف انتان یا باکتریا حرکت کرد حالا باکتریا در مقابلش قرار دارم سه مرحله ایره از بین میبرم مرحله اول ریکاگنیشن است اول شناسایی میکنه که باکتریا هست یا حجرات بدن هست مرحله دوم انگالفمنت هست یعنی پاهای کاذب پیدا میکنن اتروفیل مرحله سوم دسترکشن هست یا هم باکتریا رو بلع میکنم که وقت باکتریا یا هر جسمی که داخل نوتروفیل شد او رو به نام فاگوزوم یاد میکنم و همین فاگوزوم با طرف لایزوزوم میره و تخریب میشه در اینجا هم یک کلینیکل کورلیشن موجود است یا یک ارتباط کلینیکی موجود است که دینی اینی مرحله ما گفتیم که فاگوزوم طرف لایزوزوم حرکت میکنه در داخل حجره تا لایزوزوم میده از بین ببره. و می حرکت فاگوزوم طرف لایزوزوم توسط پورتینای چافیکینگ حجره صورت میگیره یعنی در داخل حجره باید یک را موجود باشه یا هم یک موتر یک چیز موجود باشه که همی فاگوزوم طرف لایزوزوم ببره وقتی که همی پروتینای ترافیکینگ حجره خراب, خراب, باشه مریضی که جاد میشه به نام چیدیاک هگاشی سندروم هست و اما فاگوزوم طرف لایزوزوم حرکت کرده نمیتونه چون پروتین ترافیکینگ خراب است یا هم را خراب است که فاگوزوم طرف لجزوم ببره ده این مریضی ویژگی های کلینیکیش شامل انکریز ریسک اف است که قبلا دلیل شما گفتیم چون انتوان را که بله کرده نوتروفیل در خود نوتروفیل از بین برده نمیشه چون طرف لجزوم حرکت کرده نمیتونه و رشد میکنه و انتوانات پایجینیک را ایجاد میکنه از جمله باکتری های پایجینیک استرپتوکوکس بتا هیمولایتیک می باشند دیگر نزدی اشخاص البونیزم دیده میشه کسایی که چه دیاک هیگاشی سندروم دارن دلیلش ای است که جلد ما سه طبقه داره شامل هایپودرم درم و اپیدرم در هایپودرم میلانوسایت ها قرار داره که میلانین را میسازن و همین میلانین تا... توسط میکروتیوبیل ها یا هم همون پروتینای های ترافیکینگ حجره به ای پی برده میشه و رنگ جلد میشه چون ده ای اشخاص میکروتیوبیل ها مشکل داره و میلن این طرف ای پی درست حرکت کرده نمیتونه و رنگ جلد ساخته نمیشه و این اشخاص رنگ جلد درست ندارن یعنی بی رنگ هست جلدشان دکه ویژه کلینیکیش پریفرال نیوروپاتی هست کی را منشالا بخشش با جزیات میخوانیم دیگه دیفیکت پرایمری هیموستازیس هم منشالا در بخشش بسیار با مشارط تر میخوانیم دیگه جاینت گرانیول هست که اکثرا پروتین ها در رایبوزوم ساخته میشه و بعد از او به خاطر از اینکه سورتبندی شوه ای این ها میره طرف گلجی چون مایکروتوبول خراب هست و پروتین طرف گلجی حرکت کردن نمیتونه در مو ساحه تجمع میکنه یا جمع میشه و جاینت گرانیول را میسازه دیگه که در مرحله میتافیز ها از همدیگه کش میشه و دو حجری دختری ساخته میشه وقتی که مایکروتیوبیول نباشه یا امو پروتین ترافیکینگ حجره موجود نباشه یا از هم جدا نمیشه و حجره به شکل درستش ساخته نمیشه و نوتروپینیان از شخص ایجاد میشه پس چیدیاکیگاشی سندروم مریضی است که پورتین های ترافیکینگ حجرس... آه... مشکل می داشته باشند که دا اینجا بیشتر مایکروتیوبیول مشکل داشت بعضی از ویژگی ویجه... های کلینیکی شما درست تشینه نکردم چون در بخشش انشالله با جزیات زیاد می خواهن.